واقعیت اینجاست که هنوز ما بستر و شرایط جهانی شدن رو حتی شرایط اولیه‌اش رو فراهم نکردیم در داخل کشور. بنابراین اینکه بخوایم به فکرش باشیم به نظر من حداقل فکر بیهوده است. یعنی جهانی شدن زمانی پیش میاد که شما شرایط اولیه و شرایطی که تو مراحل اولیه فکر کردن تقریبا اگر اونا مهیا نشه خنده داره به مراحل بعدیش فکر کنی، مثل محدودیت هایی که وجود داره، مثل این که بسیاری از هنرمندان ممکنه امکان کار کردن نداشته باشن و محدودیت هایی که دیگر میدونید. اگر اینها وجود داشته نمیتونید توقع داشته باشید خارج از ایران موسیقی ایرانی رو، ساز ایرانی رو بشناسند. حتما و یقینا موسیقی بایستی جزو کالاهای اصلی در سبد فرهنگی خانواده ها باشه، یعنی به عنوان یکی از مایحتاج اولیه و ضروری زندگی افراد باید دیده بشه. بعد که تو ایران هنوز توی تلویزیون ما و رسانه‌های ملی ما در واقع شما ساز رو نمیتونید ببینید و بسیاری از مردم کوچه و خیابون ممکنه با شکل ظاهری سازها، صدای سازها آشنایی نباشن، نمیتونید توقع داشته این موسیقی شکفته بشه و شکوفا باشه. نظارت خاصی وجود نداره و این اعتماد و اطمینان به هنرمند وجود داره که با فراغ بال و فراغ خاطر هر آنچه که دلش میخواد اجرا میکنه و هر نگاه و بینش و تفکری که داره برای مخاطبینش ایجاد میکنه و عرضه میکنه، این هم احترام و اعتماد متقابل ایجاد میکنه و هم باعث خوشحالی برای من هستش که میتونیم حداقل در خارج از ایران بدون هیچ نگاه محدود کننده‌ای برنامه‌مون رو اجرا بکنیم. طبیعتاً هنرمندان در ژانرهای مختلف، حالا موسیقی، تئاتر، نمایش، نقاشی و هر چیز دیگه، کتاب حتی نویسندگی، بیشترین تمایل و گرایششون این هستش که داخل کشورشون بتونن آزادانه فعالیت بکنند و بتونن حرف و نگاه و نظری که دارند رو با مخاطبینشون در میون بذارن و بدون هیچ خدای نکرده محدودیتی اون رو بتونن بیان بکنن. ولی اینکه اینور آزادانه تر انجام میشه طبیعیه، اینور خب اون محدودیت ها وجود نداره، ولی واقعیت اینجاست که بایستی هنرمند یک نقشی برای خودش قائل باشه که بتونه حرفاشو در ایران با هر زبانی که شده بزنه و تا اونجا که میتونه خودش رو سانسور نکنه.
موزیسین با هنرمند اعتقاد بنده که متفاوته. موزیسین کسی است که کاملا به فن، به تکنیک و به دانش علم موسیقی مثل علم فیزیک آشنایی داره، در ضمن در اجرای اون هم مهارت کامل و کافی رو داره. و اگر یک موزیسینی موزیسین درجه یک میشه، جز کسایی که اجراش و دانشش جز بهترین هاست. ولی هنرمند یا آرتیست کسی است که در کنار اینها یک نگاه مستقل هنری و فکری داره. نگاهش نسبت به جامعهش، نگاهش نسبت به هنرمندش، نگاهش نسبت به شرایط و رخدادهایی که در جامعه و جهان پیرامونش رخ میده، قدرت تحلیل داره. و الا باز همون میشه یک متخصص توی هنر خودش، حالا نقاش، خطاط یا هر چیز دیگه. بنابراین نگاه من همیشه این گونه بوده که تلاشم رو بکنم که استقلال خودم رو حفظ بکنم. یکی اینکه وابستگی نداشته باشم به جایی، کسی نتونه به من از اونجا امر و نهی بکنه و خط فکری برام ایجاد بکنه. و اگر حتی احساس کردم یک مسیری که دارم میرم اشتباه هست، باید اصلاح بشه، قدرت این رو داشته باشم اصلاحش بکنم. حتی قدرت این رو داشته باشم که اعتراف بکنم به اینکه مسیر قبلی من مسیر کاملا صحیحی نبوده. امروز که به بلوغ بیشتر فکری رسیدم، میبینم که استقلال هنرمند و صاحب تألیف و صاحب فکر بودن برای یک هنرمند بسیار بسیار مهمه. و هرچه شما در واقع تعلقاتت نسبت به جاهای مختلف و دلبستگی های قدرتیست، دلبستگی های مالیست و دلبستگی های اینچنینی بیشتر باشه، طبیعتاً شما استقلالت رو بیشتر از دست میدی. البته که داشتن استقلال به خصوص در کشورهای جهان سوم هزینه بسیار بسیار سنگینی داره، هزینه های اجتماعی، هزینه های معیشتی، اقتصادی و هزینه های شهرتی داره. ولی خب اینا همه به نگاه شما بستگی داره که چگونه زندگی بکنید